دوستان سلام، تا حالا شده ماشین تو وسط راه جوش بیاره ولی فنها کار نکنه، یا آمپر آب به یک بار بالا بره و شما ندونید دلیلش چیه؟ همه اینها ممکنه تقصیر یک قطعه کوچیک باشه به اسم فشنگی آب یا همون سنسور دمای آب. تو این ویدیو قرار از 0 تا 100 این سنسور رو بررسی کنیم، چی کار میکنه، چه موقع خراب میشه، چه جوری تستش کنید و چی باید تعویزش کنید و چه نکاتی رو باید بدونید که دیگه دوچار همچین دردسری نشید. اگه ماشین دارید این ویدیو مخصوص شماست، پس تا آخر ویدیو با من همراه باشید. لایک ویدیو هم فراموش نشید. سنسور دمای آب، وظیفه اصلی این سنسور اطلاع دادن دمای مایع خنک کننده به ECU است. ECU طبق این اطلاعات دو تا کار میکنه. اولا برای ایجاد حالت‌های کنترل موتور تو دماهای سرد و پایین از این اطلاعات استفاده می‌کنه. به عنوان مثال زمانی که خودرو سرد هستش، موتور خودرو سرده، موتور نیازمند سوخت غنی‌تریه برای روشن شدن و کار کرد. در این موقع با توجه به اطلاعات سنسور دمای آب، ECU متوجه میشه که موتور در شرایط سرد هستش و نیازمند عملیات ساساد یا همون افزایش میزان پاشش سوخت از انژکتورها هستش. خب دومین کاری که ECU طبق این اطلاعات میکنه راه اندازی فنها هستش. خنک کننده های جدید تو خودرو به صورت الکتریکی کار میکنن و ECU طبق اطلاعات این سنسور فنها رو در دورهای کند یا تند فعال یا خاموش میکنه. نام های این سنسور، ببینید سنسور دمای مایع خنک کننده بهش میگن، در واقع فشنگی آب بهش میگن، موری آب میگن، شمع آب میگن، بعضا اصطلاح انگلیسیش هم CTS یا WTS هم نامگذاری میشه، یا کولانت تمپرچر سنسور یا واتر تمپرچر سنسور، CTS یا WTS یا VTS. خب محل نصب اون در هوزینگ ترموستات، در اکثر خودروها در قسمت هوزینگ ترموستات هستش، یا بعضا روی مخزن رادیات و در برخی مدل ها در بایپس منیفولد دستش. خب در اکثر خودروها مثل XU7, Q5, EF7 روی هوزینگ ترموستات قرار داره. در پراید ها در نزدیکی هوزینگ ترموستات قرار داره، یا پیکان ها هم همینطور، در موتورهای پیکان هم همینطور هست. در پراید های انژکتور سری اول روی مانیفولد هوا و در مسیر آب قرار داره. همچنین در برخی خودروها آردی های قدیم یا پژوهای XU7 مدل قدیم به روی رادیات قرار داره. این مدل سنسور هم هستش که بیشتر برای راه اندازی فنها کار برد. در سنسورهای سه پایه مثل این سنسور، دو تا از پایه ها اطلاعات رو به ECU ارسال میکنن و یکی از پایه ها اطلاعات دمای آب رو به پشت آمپر ارسال میکنه. مثلا تو خودروی پیکان، موتور پیکان سنسور سه پایه وجود داره. در موتورهای XU7 بر روی هوزینگ آب بسته به مدل ماشین دو تا سه تا سنسور وجود داره، سنسور دمای آب. در مدل‌های بالاتر دو تا سنسور وجود داره که یکیشون اطلاعات دمای آب به ECU ارسال می‌کنه، یکی هم به پشت آن. در مدل‌های پایین‌تر هم سه تا سنسور وجود داره که یکیشون سبز یا مشکی هستش. خب که این سنسور اطلاعات رو به ECU ارسال میکنه و ECU زمان پاشش رو تعیین میکنه. خب یه مدل دیگه از سنسورهایی که در مدل‌های پایین وجود داره آبی رنگ هستش که یک پایه هست. ببینید مثل این مدل یک پایه داره و اطلاعات رو به پشت آمپر ارسال میکنه. همچنین سنسور سومی وجود داره که قهوه‌ای رنگ هستش و برای یونیت فن اطلاعات برای یونیت فن میفرسته و یونیت فن برای کنترل فن ها از اون استفاده میکنه. در خودروهای شرکت سایپا
مخصوصا تو خودروهای جدیدتر که دارای شبکه هستن از یک سنسور استفاده کردن که پشت آمپر هم توسط شبکه ارسال میشه. اما در خودروهای مدل پایین یک سنسور یا فشنگی آب تکپایه هم وجود داره مثل اتخاب که برای اطلاعات پشت آمپر به صورت جداگانه استفاده میشه. این دو تا سنسور داره، یکیش تکپایه، حالا پایش ممکنه بعضا به این صورت تکپایه فیشی باشه، فیش گردی باشه، یکی هم ممکنه بعضی موقع هم فیش به صورت سوکتی باشه. خب تکنولوژی کارکرد این سنسور مقاومت وابسته به دما از نوع NTC است. خب ببینید دوستان، NTC یعنی با افزایش دما مقاومت کاهش پیدا میکنه، خب و همچنین با کاهش دما مقاومت افزایش پیدا میکنه. در درون این سنسورها خب یک المان NTC وجود داره. من حالا این سنسور رو شکافتم، ببین این همون سنسور، خب اینو شکافتم. درون این سنسورها یک المان NTC وجود داره که در این محفظه فلزی قرار داره. خب این المان NTC که در اینجا با رنگ مشکی مشخصه، اجازه بدید من واضح تر نشونتون بدم. خب این المان NTC هستش که دو پایه اون اگه دقت کنید به دو سر پایه های سوکت وصل میشه. خب این المان NTC با افزایش دما مقاومتش کاهش پیدا میکنه و با کاهش دما مقاومت اون افزایش پیدا میکنه و وقتی وارد آب میشه دمای آب توسط این المان اندازه گیری میشه. خب اما بیایید انواع سنسورها رو خدمت عرض کنم. ببین ما انواع سنسورهایی که وجود داره یک پایه، دو پایه و سه پایه هستش. یک پایه مثل این سنسور یا این سنسور، خب پشت آمپر و گیت دمای آب رو اطلاعاتش از اینجا ارسال میشه. منفی از بدنی سنسور در محل رزبه ها گرفته میشه و فقط یک پایه به سیگنال داره. این سنسور تک پایه فقط منفی از بدنی میگیره و این منفی از درون این مقاومت NTC عبور میکنه به صورت سیگنال از طریق این پایه تکی ارسال میشه به در واقع پشت آمپر. در سنسورهای دو پایه که بیشترین کاربرد رو دارن، هر دو پایه به ECU میره و اطلاعات رو برای ECU ارسال میکنه. یه تفاوتی که هستش، ببینید در خودروهای دارای مالتیپلکس ما یک سنسور دو پایه داریم که اطلاعات برای ECU ارسال میشه و پشت آمپر از طریق شبکه در واقع کنترل میشه و نمایش داده میشه. یعنی این اطلاعات هم برای ECU که برای حالت موتور سرد یا گرم کاربرد داره، یعنی زمان پاشش تعیین میشه، هم برای کارکرد فنها و هم برای پشت آمپر. اما در سنسورهای سه پایه دو تا پایه به ECU ارسال میکنه اطلاعات و یک پایه هم سیگنال پشت آمپر هستش. ببینید من عنوان مثال این سنسور سه پایه است. خب این سنسور سه پایه دارای دو تا المان NTC در محفظه خودش هستش و یکی از این المان ها این در واقع به دو تا از پایه ها متصل هستش که اطلاعات رو برای ECU ارسال میکنه و یکی دیگه از المان ها که این هستش، خب از یک سو به یکی از پایه های دیگه وصله و از سوی دیگر به در واقع بدنه فشنگی آب متصله که منفی رو میگیره، یعنی منفی از طریق این پایه زیری که اینجا هستش و متصله به بدنه گرفته میشه، از این المان NTC عبور میکنه و از طریق این پایه به پشت آمپر ارسال میشه. این المان هم که اینجا قرار داره به دو پایه وصل هستش و اطلاعات رو به ECU ارسال میکنه.
پس دقت کنید که سنسورهای سه‌پایه در واقع متشکل شده از دو تا المان NTC که یکی دو پایه مثل این و یکی هم تک پایه مثل این درون یک سنسور قرار گرفتند. اما در نظر داشته باشید به طور کلی مبنای عملکرد سنسور دمای آب ترموستات است و عملکرد ترموستات روی عملکرد سنسور دمای آب تأثیر می‌گذاره. ببینید ترموستات در جایی قرار داره که بالاترین دمای موتور هستش و قبل یا بعد از ترموستات این سنسور قرار می‌گیره، یعنی دسترسی به بالاترین دمای آب اونجا قرار داره. من راجع به ترموستات و نحوه کار اون یک ویدیو کامل تهیه کردم که اونو تو کانال گذاشتم، لینکش هم بالا می‌ذارم، حتما اونم ببینید. نکته دیگه این که دمای کارکرد فن از دمای باز شدن ترموستات باید 4 تا 5 درجه بالاتر باشه، یعنی قبل از باز شدن ترموستات فنها شروع به کار نکنن. نکته دیگه هم که میخوام خدمتتون عرض کنم در مدل هایی که از فشنگی آب اطلاعات برای پشت آمپر ارسال میشه، حالا میخواد تک پایه باشه مثل این یا سپایه باشه که یکی از پایه ها سیگنال را به پشت آمپر ارسال میکنه، اتصال بدنشون همون جوری که گفتم از بدنه از طریق رزبه ها از بدنه هوزینگ ترموستات گرفته میشه. در زمان ضعیف بودن اتصال بدنه و منفی موتور اولین چیزی که تحت تاثیر قرار میگیره اینه که عملکرد این سنسور پشت آمپر فوق‌العاده ضعیف میشه و اگر پشت آمپر صحیح نشون داده نشه اولین چیزی که باید بررسی کنید اتصال بدنه هستش. همچین موردی ما داشتیم، خودروی تیبایی بود که چندین بار فشنگی عوض کرد، پشت آمپر رو بررسی کردن، دیدن اصلا این دمای آب یک دفعه بالا میاد یک دفعه پایین، اصلا بعضی مواقع بالا نمیاد. بعد از بررسی که شد متوجه اتصال بدنه ضعیف این خود رو بودیم. پس اتصال بدنه در واقع عمل کرده بسیار مهمی داره روی سنسور تک پایه یا همون سنسور فشنگی آبی که برای پشت آمپر اطلاعات ارسال میکنه. نکته دیگه، اگر پارامتر سنسور دمای آب به صورت غیر عادی نوسان کرد، یعنی یک دفعه از 90 به 94 پرید تو دستگاه دیاد پارامترهایی که بررسی میکنید، این پارامتر دقیق نیست و نشون میده سنسور معیوب شده یا کالیبره نیست و ممکنه کارکرد فنها به مشکل بخوره. ولتاژ سنسور دمای آب باید حتما در دستگاه دیاد 4.5 تا 5 ولت باشه و کمتر یا بیشتر از اون رو باید بررسی کنید. اما یک تستی هم وجود داره برای این سنسور، تست مقاومت سنسور. خب برای تست مقاومت بین پایه های سنسور، سنسور حالا مثلا دو پایه، بین پایه یک و دو باید مقاومت 2.5 کیلو اوم باشه در دمای 20 درجه اتاق. حالا هرچند که الان دمای فعلی اینجا بالاتر از 20 درجه هستش، اما در خلوهاش همون رنج باشه. اونم مثلا من در واقع مقاومت این دو تا پایه رو میگیرم، خب ببینید خب مقاومتی که نشون میده 2.6 دهم هستش. باید در نظر بگیریم که دما دمای 20 درجه نیست، همچنین پوشش این سنسور هم روی اون نیست، بنابراین رنج استانداردی هست برای این سنسور و این سنسور سالم هستش. خب در سنسورهای سه پایه باید بین پایه های 1 و 2 مقاومت 2.5 کیلو اوم داشته باشی و بین پایه 3 و بدنه سنسور اون هم مقاومت 2.5 کیلو اوم باشه، چون دو تا المان NTC داریم دو تا مقاومت هم براشون میگیریم. خب اول بین پایه های یک و دو این مقاومت رو میگیریم، خب ببینید 1.8
این سنسور المان NTC که داره برای ECU اطلاعات میفرسته در واقع دچار مشکل هستش و ایراد داره. اما حالا ببینیم المانی که برای بدن ارسال میکنه، خب بین پایی 3 ببینید، بین پایی 3 و بدنه 1.6. این سنسور هم المان NTC پشت آمپر اون و هم اون اطلاع اون المان NTC که برای ECU ارسال میکنه، اطلاعات ارسال میکنه دچار مشکل است و دلیل تعویضش هم همین هستش. خب اگر مدار اتصال کوتاه داشت، یعنی برخورد با بدنه و اتصال سیم ها وجود داشت، دمایی که در دستگاه نشون میده حد اکثر دمای قابل اندازه‌گیری توسط سنسور یا فشنگی رو نشون میده، یعنی مثبت 215 درجه سانتیگراد. و اگر اتصال باز داشته باشه، یعنی قطعی در مدار باشه و سیم کشی سنسور یا مدار قطع شده باشه، حداقل دمای قابل اندازه‌گیری با این سنسور رو نشون میده در دستگاه دیگر، یعنی منفی 40 درجه. بنابراین اگر زمانی شما سنسور رو عوض کردید در دستگاه دیاگ، هر بار که عوض کردید 215 درجه سانتیگراد رو نشون داد، بدونید سیم کشی سوکت این سنسور در جایی از مدار با بدنه برخورد داره. یا اگر در واقع شما در دستگاه دیاگ منفی 40 درجه رو دیدید و چند تا سنسور هم عوض کردید باز هم همون رو نشون میده، بدونید که سیم کشی یا مدار این سنسور در جای قطع شده. حالا اگر با اگر این دما رو نشون داد، دمای بی‌نهایت مثلا مثبت 215 درجه یا منفی 40 درجه نشون داد در دستگاه، با فشنگی با تعویض فشنگی درست شد، بدونید که این ایراداتی که گفتم، یعنی اتصال باز یا اتصال کوتاه، درون خود سنسور اتفاق افتاده. چون ببینید این سنسور من باز کردم اینجا مشخصه دیگه. خب درون این سنسور از المان به سمت پایه های سنسور و سیم کشی هم سیم وجود داره. ببینید اصلا این الان سیمش قطع شده. خب دقت کنید، درسته؟ درون این ممکن این سیم ها بعضا به بدنه بخوره، بدنه فشنگی، یا مثل این مورد قطع شده باشه، پس با تعویض این سنسور مشکل حل میشه. خب دوستان، دیدیم که سنسور دمای آب چگونه کار میکنه، علائم خرابی اون چی هستش و چگونه تحت تاثیر قرار میده خودرو رو. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه. اگه امکانش هست حتما این ویدیو رو لایک کنید، برای دوستانتون بفرستید و هر سوالی در این زمینه دارید برای من کامنت کنید. موفق و معید و پیروز بشید.